به دنبال انتصاب پاسدار یوسف نوری در پست وزارت آموزش و پرورش رژیم که در جلسه روز یکشنبه مجلس فرمایشی بعد از رد کردن دو گزینه قبلی و فضیحت فامیل بازی رئیسی صورت گرفت دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه اعلام کرد سیزده عضو کابینه رئیسی از پاسداران هستند و او تا کنون نه پاسدار را به عنوان استاندار نسب کرده است. این اطلاعیه می افساید پاسدار یوسف نوری از دهه شست در سپاه پاسداران بوده نقش فعالی در فرستادن کودکان و دانش آموزان به روی میدانهای مین داشته و به نظر میرسد این تنها ربط محتوایی این پاسدار جنایتکار با آموزش و پرورش است. وی همچنین سالها از مدیران بنیادهای قارت و چپاول سپاه موسوم به قرارگاه خاتم الانبیا و بنیاد موسوم به شهید و ایثارگران بوده است. نماینده رژیم از نیشابور در جلسه علنی مجلس فاش کرد که انتصاب نوری از قبل مشخص شده است. وی خطاب به نوری گفت مجلس تصمیم گرفته که به شما رأی دهد. پاسدار نوری در سخنرانی خود در مجلس گفت آموزش و پرورش را باید به مدرسه تربیت قاسم سلیمانی تبدیل کنیم و دانش آموزان ولایی تربیت کنیم. و افزود شورای عالی آموزش و پرورش در برابر نفوذ سند 20 سی کاملا منفعل عمل کرد سرکردگان سند آموزش بی سی در ایران که تعداد بسیار معدودی هستند باید بدانند که جایی در آموزش و پرورش نخواهند داشت در ادامه اطلاعی دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است با انتصاب پاسدار نوری به وزارت آموزش و پرورش تعداد پاسداران و عوامل نیروی قدس در کابینه رئیسی به 13 نفر بالغ می شود. شامل نه وزیر، وزرای کشور، امور خارجه، راه و شهرسازی، گردشگری، نیرو، ورزش، علوم، بهداشت و آموزش و پرورش و چهار تن از معاونان او پاسداران رضایی، حسینی، اسلامی و قریشی علاوه بر اینها روز سیوم آبان 1400 در گرماگرم گرم تظاهرات مردم چهارمحال و بختیاری پاسدار سرتیب قلام علی حیدری به سمت استاندار رژیم در چهار و بختیاری منصوب شد همزمان حسن بهرامنیا دیگر همکار حیدری هم به استانداری ایلام گماشته شد علاوه بر این تا کنون رئیسی نه پاسدار را به استانداری منصوب کرده است که شامل استانداران آذربایجان غربی، خراسان رضوی، بوشهر، هرمزگان، لرستان، ایلام، قم، چهارمحال و بختیاری و خوزستان می شود و در حال تکمیل کردن روند نظامی کردن کامل وزارت کشور است. جلداد 67 درست دو ماه و 16 روز پس از به کرسی نشستن کفالت اجتماعی تهران را نیز رسما به سپاه جنایتکار پاسداران سپرد. پیش از این امین توکلی زاده معاون اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرد که قرارگاه ضد خاتم سپاه با کمک مساجد و ائمه جمعه موضوع کفالت اجتماعی پایتخت را دنبال می‌کند.